به دنبال جنایت جدید رژیم و قتل سینا قنبری و تعداد دیگه از معترضان قیام ایران در زندان، هشتگ هایی در حمایت از اون شهدای راه آزادی و سایر زندانیان سیاسی به راه افتاده. این پیام ها علاوه بر گرامی داشته یاد شهدا، نسبت به تکرار کهریزک هشدار میده و روی اصلاح ناپذیر بودن این حکومت جانی تاکید میکنه. تا کهریزک دوم راه نیفتاده و سینا قنبری دیگری شهید نشده تمومش کنی. مرگ سینا قنبری و تکرار حوادث کهریزک نشون میده که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست. پس دنبال اصلاحش نرید. نفس‌های بازداشتی‌ها در دستان ماست. صدا و فریاد ما بودن یا نبود شدن اونا رو رقم میزنه. سناریوی رژیم کهریزک دوم و قتل عام 67. دیروز محسن عادلی، فردا سینا قنبری. سکوت ما تکرار قتل عام بهترین هاست. قدرت ما در جمعیت ماست. خانواده ها رو تنها نذاریم. در غیر این صورت فردا نوبت خواهر و برادر ما. خون بیگناه رو به آب زمزم هم نمیتونی بشوری. بالاخره یه روز توی همین خون غرق میشی. مقام معظم برتری. هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. با تجمع در جلوی زندان اوین و پیوستن به خانواده های بازداشت شدگان، اجازه ندیم کهریزک دوم را بیاندازند. چه تکرار غریبانه ای داره نسل دهه 60 و دهه 70 تو ایران. نسل ما تشنه آزادیه و به خاطر سیراب نشدن ما چه مصیبت هایی که سر خانواده هامون نمیارن. خون و گناه ما گردن همه مسئولین خواهد موند، از عاملین تا ساکتین. نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره. بخون وقتی که خوندن معصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره. تناب ظلم از کلوفتی پاره میشه. حکومت با کشتن یک جوان مظلوم 23 ساله ضعف خودش رو نمایان کرد. سرکوب هم که کنی باز باید بروی. با اتحاد پیروز میشویم. تعدادی از کاربران هم ادعاها و دروغهای رژیم رو در مورد خودکشی کردن معترضین در زندان پاسخ دادن. اگه یه روزی خودکشی شدم، یادتون باشه نه فرزند طلاقم، نه سابقه کیفری دارم، نه خودزنی و نه اعتیاد. فقط اونقدری با رهبری زاویه دارم که فکر میکنم برای خودکشی شدن کافیه. تو کهریزک یک همه کشته شده ها اراذل اوباش بودن. تو کهریزک دوم حتما همه قاچاقچی مواد مخدر هستن. آدمی که حتی نمیتونه بند کفشش رو داخل زندان ببره، چطوری میتونه اون تو خودش رو حلقاویز کنه؟ چجوری باید باور کنم جوانی که با امید آینده بهتر اومده تو خیابون اعتراض کرده، چند روز بعد خودکشی کنه؟ لعنت بهتون. و اما در برابر این سرکوب و سیاهی، پاسخ اتحاد و عزم و اراده ماست و پایانش پیروزی. چاره ما شدنه. با اتحاد پیروز میشویم. اگر خواب از چشمانت رو بوده شده، اگر ناآرام و خشمگینی، اگر ذهنت همواره پیش جوانان در خونا رمیده است، یعنی تو هنوز زنده ای و هنوز غیرتی در تو باقی است که به خونخواهی هموطنانت بلند بشی. تنها به زانوان تکیه کن و بلند شو. هیچ جنبشی خود به خودی تداوم پیدا نمی کنه. من و شما باید موتور حرکت جنبش رو با حضور فعالمون روشن نگه داریم.